سلام دوستان، به ویدیو دوم خوش اومدین. من سودابه هستم و توی برنامه آموزشی، توی ویدیو آموزشی میخواییم کامپیوترمون رو با هم دیگه ستاپ کنیم و آماده کنیم برای وب پروگرامینگ. چی رو یاد میگیریم امروز؟ امروز راجع به اینکه وب دیولپمنت انوایرمنت چی هستش، زمپ چیه، و کجا نصبش کنیم، کجا دانلود کنیم، نصب کنیم، ویژوال استودیو چی هستش صحبت میکنیم. ما برای برنامه‌نویسی کردن به عنوان یک در واقع وب دیولپر احتیاج داریم که احتیاج به یک وب دیولپمنت انوایرمنت داریم. وب دیولپمنت انوایرمنت یا محیط برنامه‌نویسی وب 4 تا ستون اصلی داره. 4 تا المان اصلی داره. اولیش وب سرور هستش، بعد دیتابیس هستش، بعد یه سرور سایت پروگرامینگ لنگویج، زبانی که بتونه بره با دیتابیسمون حرف بزنه، و یه اینترفیسی هم لازم داریم که بتونیم مستقیم خودمون به دیتابیس وصل بشه. دیتابیس یه جایی هستش که اطلاعات رو در واقع به زبان کامپیوتر به صورت کد ذخیره کرده. حالا که من گاهی لازم داشتم خودم مستقیم به دیتابیس وصل شم، در واقع در این کمدی هایی باز کنم ببینم چی کجاست چطوریه، لازم دارم که یه اینترفیسی داشته باشم که از طریق اون دیتابیسمو ببینم. این 4 تا المان اصلی هستن که ما در واقع برای شروع برنامه‌نویسی وب بهش احتیاج داریم. علاوه بر اون به یک محیط برنامه‌نویسی هم احتیاج داریم، یه جایی، یک نرم‌افزاری که کدامون اونجا بنویسیم، مثلا چطوری کدامون کجا بنویسیم، چطوری کامپیوتر بفهمه، اون بتونیم تو محیط کدامون رو بنویسیم و کامپایل کنیم، به زبان کامپیوتر ترجمه کنیم و اجرا کنیم. حالا به وب دیولپمنت انوایرمنت چند تا در واقع آپشن مختلف برای ما وجود داره، ولی من اینجا به زیاد به اونها نمی‌پردازم، خواهم ویدیو کوتاه باشه. آپشنی که ما استفاده می‌کنیم بسیار پاپیولار، خیلی ساده است و خیلی هم در واقع زیاد استفاده میشه، زمپ هستش. چیزی که پاپیولار و زیاد استفاده میشه، خوبیش اینه که اگه اشکالی داشته باشه تو این کامیکیشن های بین دیولپرها مطرح میشه، و در چه وقتی ما اگه به مشکلی هم برخورد کنیم، ارورمون رو بریم توی گوگل سرچ کنیم، خیلی راحت پس راه حل پیدا میکنیم. برای این نمیخوایم تو اول کار دنبال چیزی عجیب و غریب بریم. زمپ در واقع ما نسخه ویندوزش رو دانلود میکنیم و نصب میکنیم. یک مجموعه از فیچرهای مختلف هست، فیچرهای خیلی دیگه، سافتوری که مجموعه فیچرهای مختلفه، ولی ما به این فیچرهای مختلفش اون 4 تا فیچر اصلی که لازم داریم و فقط سلکت میکنیم و نصب میکنیم. فیچرهای اضافی در واقع رم و حافظه کامپیوترمون میگیره و ما لازمش نداریم. برای تو اپتیکال کار همین 4 تا که لازم داریم نصب میکنیم. این 4 تا چی هستن؟ اولیش آپاچی هست. آپاچی اوپن سورس وب سروره. گفتم که ما یه وب سرور احتیاج داریم. وب سروری که توی زمپ هست آپاچیه. یه دیتابیس احتیاج داریم. دیتابیسی که توی زمپ هست ماریادیبی و مایاسکیول هستش. و یک سرور سایت لنگویج، پروگرامینگ لنگویج احتیاج داریم. یه زبان برنامه‌نویسی توی بک‌اند احتیاج داریم که اون چیزی که زمپ ساپورت میکنه PHP هست. و یک اینترفیسی هم احتیاج داریم که بتونیم مستقیم خودمون دیتابیسمون رو چک کنیم، باز کار کنیم، که اون هم PHP مای ادمین هست. یعنی ما یه دونه نرم افزار زمپ رو دانلود می‌کنیم، نصب می‌کنیم، هر 4 تا المانی که ما برای وب دیولپمنت نیاز داریم روی کامپیوترمون روی سیستممون ستاپ می‌کنیم. حالا کجا دانلودش کنیم؟ میریم توی سایت آپاچی فرندز، اینجا آدرسش رو براتون گذاشتم، apachefriends.org. تو گوگل اگه بزنید زمپ دانلود بدون آدرس رو میده، دانلودش میکنید و خیلی راحت هم فایلش قابل نصب شدن اکسل هستش، شروع میکنید نصب کردن. دو تا نکته تو نصبش باید در نظر بگیریم. اول اینکه فقط اون 4 تا المانی که لازم داریم رو میایم چیک میزنیم، و دوم اینکه بهتر هستش که رو درایور سیمون سی زمپ نصبش کنیم، توی پروگرام فایل نذاریمش که بعدا ممکن به مشکل بخوریم. خب اینجا من در واقع این سایتی رو گذاشتم براتون که حالا به چشمتون آشنا باشه. apachefriends.org هستش، میایید به بخش دانلودش و اون آخرین ورژنش رو که برای ویندوز هستش دانلود میکنید. بعد وقت این سر موقع نصب کردن این صفحه رو براتون باز میکنه، میبینید که لیست چیزای مختلف داره، تیم همش تیک خورده های تیک ها رو برمیداریم، فقط اونی که لازم داریم آپاچی، مایسکیول، PHP، PHP مادمین رو تیک میزنیم و نصبمون رو فقط دارید در واقع روی پس سی زمپ نصب میکنیم. و بعد از اینکه کار نصبمون انجام دادیم تموم شد، یه کنترل پنلی داره زمپ. این کنترل پنل رو توی هم فولدری که نصب شده بهمون میده. بذار من ببینم اینجا دارم اینو من بهتون نشون بدم. اینجا
هستش. اینجا در واقع دارای سی من هست که زنخ نصب شده. داخل زنخ پایین بزنیم از اینجا بریم. داخل زنخ که باز میکنیم یه سری فولدر فایل مختلف هست. یه دونه زنخ کنترل پنل هست که روش رایت کلیک میکنیم. ران از ادمینستریتور میزنیم. بعد این صفحه رو براتون باز میکنم. اینجا وقتی که شروع کنیم برنامه‌ریزی کردن رو بعد سرورمون رو و دیتابیس رو روشن کنیم. استارت میزنیم و میبینیم که شروع کنه استارت شدن که در طول کشید فلان. و این رو سبز میشه. آره. سبز میشه و آماده میشه برای کار زنم. این کنترل پنل زنم هستش. بعد خب تا اینجا یه نکته دیگه هم که هست وقتی که زنم کنه نصب کردیم بعد از نصب زنم بازم دو تا نکته بهش توجه کنیم. یکی این کنترل پنل هست که بهتون گفتم، یکی هم این که توی زنم توی فولدر یه دونه HD داکس داریم. ما در واقع این سروری که بازم روی سیستممون نصب میشه یه سرور مجازی هست که بهتون لوکالی فقط رو کامپیوتر ما کار میکنه، درسته؟ حالا این سیستم، این سرور مجازی باید بفهمی که از طرف فایل ما کجاست، میخواد بره رام کنه دیگه. به خاطر هم یه دونه فایل به اسم htdocs داره که ما کلیه فایل فولدری که برای رام کردنش به سرور احتیاج داریم توی این فولدر میذاریم. خب تا اینجا به development environment همون درست کرد، نصب کردیم، سیستم آماده شده. حالا میخوایم یه محیط برنامه‌نویسی درست کنیم. محیط برنامه‌نویسی چی هست؟ یه جایی باید باشه، یه سافتوری که ما کدامون رو توش بنویسیم و اون کد ما که کدی که ما نوشتیم رو بیاد به زبان کامپیوتر ترجمه کنه و این پروسه اصلا شروع بشه، دیولپمنت ما از اینجا شروع بشه. میتونیم ما کدامون رو هر تکست ادیتوری بزنیم، یا حتی مثلا توی نوت‌پد یا توی ویندوز باز میکنیم یه زبان برنامه‌نویسی سنگین مثل جاوا رو میتونیم راحت کد بزنیم و بعد بریم توی کامند لاین کامپایلش کنیم و اجرا کنیم. منتها این مثل این میمونه که ما بگیم ما برای زنده بودن به غذا احتیاج داریم. ما با آب و نون هم میتونیم زنده بمونیم، ولی برای اینکه سلامت باشیم و سعی سالم باشیم نیاز به انواع ویتامین ها داریم و تنوع غذا داریم. تکست ادیتور ما اینجوری هستن. شما برای اینکه اپلیکیشن بنویسیم وقتی کارمون سنگین میشه میخوایم تمرکز برنامه‌نویس روی حل مسئله، روی الگوریتم کارش باشه، نه اینکه بیاد مثلا حالا اینجا پرانتز گذاشتم یا نذاشتم شماره خطم چی بود، روی این چیزای ریزی که مربوط به سینتکس هست چه میخوایم زیاد انرژی بذاریم. برای یه تکست ادیتور خوب که داشته باشیم این تمام فیچرهایی که داره به ما کمک میکنه که ما خیلی توی برنامه‌نویسی خیلی سریعتر کارمون پیش بره و اصلا لذت ببریم از کارمون. یه تکست ادیتور خوب یه در واقع سینتکس هایلایت داره، به صورت کلمات کلیدی رو رنگی میکنه، شماره خط داره اگه روی داشته باشیم با شماره خط رو هایلا میکنه، کدوم رو برامون اوتو کامپلیشن داره که بهش میگن اینتلیسنس فکر کنم. وقتی رو تایپ میکنیم اگه اولش رو که میزنیم یه لیست سجستش میتونیم از اون انتخاب میکنیم، یه تایپ کردن رو خیلی سریعتر میشه. تکست ادیتورهای مختلفی وجود داره برای من، برای وب دیولپمنت و برای منظورمون توی این مدرانه. از ویژوال استودیو، اتم، برکت، کودان، موپد، پلاس پلاس، سابلایت تکست و تکست میک. سابلایت تکست، اتم و برکت خیلی خیلی خوب هستن، خیلی هم مشابه هم هستن. ویژوال استودیو رو ما پیشنهاد میکنیم و نصب میکنیم و باش کار میکنیم به خاطر اینکه شما در برای بیگینر خیلی خوبه، یعنی شما وقتی بیگینر هستیم ما که بگیم رسیم خواسته شروع میکنیم کارمون رو باش خیلی راحت میتونیم باش کار کنیم و هر چقدر که اسکیلامون بیشتر بشه این ویژوال استودیو اکستنشن های بیشتری داره، فیچر های بیشتر، قابلیت های بیشتری داره که ما یکی یکی میتونیم اکتیو کنیم و ازش استفاده کنیم. حالا کجا پیداش کنیم، چطوری نصب کنیم؟ بریم تو سایت visualstudio.microsoft.com و اینکه گوگل هم بکنیم که ویژوال استودیو دانلود بهتون آدرس سایت هم میده. روی فری ویژوال استودیو کلیک میکنیم، فری هم هستش این آیدی و بسیار از این نظر خوبه، این نظر میتونید خوب بپردازیم. یه ورژن داره برای ویندوز، ورژن داره برای مک او اس. من اینجا ورژن ویندوزش انتخاب میکنم و فایل ایزی که دانلود میشه خیلی راحت نصب میشه، مشکل خاصی هم نداره. وقتی نصب کردیم وارد این محیط میشه. خب تا اینجا ما زنپ رو نصب کردیم، راجع به سرور مجازی که سیستمون هست که آپاچی هست صحبت کردیم، راجع به دیتابیس که مایو دی بی و مایو اس کیو ال هست، راجع به دیتابیس اینترفیس و پی اچ پی مای ادمین و راجع به سرور سایت پروگرامینگ لنگویج و پی اچ پی صحبت کردیم که اینا همش تو زنپ بود، نصبش کردیم.
و یا آیدی هم لازم داشتیم، محیط برنامه‌نویسی ویژوال استودیو رو انتخاب کردیم، دانلود کردیم، نصب کردیم. متشکرم از اینکه تا اینجا با ما بودین. ما الان کاملا کارمون آماده است و توی ویدیو بعدی کد زدن شروع میکنیم و من مطمئنم که شما خیلی لذت ببرید از این کار. موفق باشین، خیلی زود ببینمتون.